به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب حضور شما بینندگان محترم. در خدمت شما هستیم با گزارش زنده دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون. اسدی، آلبس برای گومز، موقعیت برای تراکتور، ببینیم با این موقعیت چه خواهند کرد. و توپی که بیرانوند در اختیار میگیره، حالا حرکت برای بازیکنان تراکتور، اسدی به دنبال توپ، موقعیت توپ رو گرفته اسدی و این بار هم بیرانونده که توپ رو موفق به بیرون میفرسته. ترابی، عمری حرکت میکنه، ضربش رو هم میزنه و گل. گل برای تیم پرسپولیس به ثمر میرسه و نتیجه بازی 1-0 میشه. جواب اعتماد یحیی گل محمدی رو بده و گل اول بازی رو بزنه. صحنه سر رو با هم ببینیم. ضربش هم از بیرون محوطه جریمه زد و توپ در درون دروازه قرار گرفت. باز هم گومز، ارسالی که انجام میشه برای دروازه، موقعیت برای تیم تراکتور و این ضربه ای که قنبری زد و تو با اختلاف کم از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت. این طرف ترابی، موقعیت برای عمری، ببینیم با این توپ چه خواهد کرد. عمری ضربه‌شو میزنه یا نه و این هم گل دوم برای پرسپولیس. آشفتگی خط دفاع تراکتور باعث میشه که پرسپولیس به گل دومش هم برسه. این بار ترابی سب اینجا ببینین، عمری این گل اول، البته که گل اول رو بدین ترتیب عمری زد و صحنه استی گل دوم رو هم حتما خواهیم دید. ارسالش رو انجام میده، موقعیت برای تیم تراکتور، داخل محوطه جریمه شلوغه، حالا پشت محوطه جریمه و این ضربه ای که بدون برخورد به بازیکن پرسپولیس به بیرون میره و ضربه دروازه برای تیم میهمان هست. حالا ارسالی که انجام میشه داخل محوطه جریمه، این ضربه که برخورد کرد به گستاوو، همچنان شانس داره تیم پرسپولیس، اما توپ به بیرون میره و ضربه دروازه برای تراکتور خواهد بود. حالا در کنار اسدی عباس‌زاده قرار میگیره، با دو مهاجم بازی خواهند کرد. آلیشا ضربش رو میزنه و توپ خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس از سمت چپ، حرکتی رو شروع کردن، یه حرکت خطرناک و ضربه کرنر برای پرسپولیس به دست میاد. پاسش رو هم میده رو به عقب، موقعیت برای آلوز، یه پاس خوب، موقعیت برای تراکتور، ببینیم با این توپ چه خواهد کرد. ضربه رو میزنه و بیرانوند توپ رو در اختیار میگیره، توپ رو برای تراکتور حفظ میکنه. رضاپور، ارسالی که انجام میشه، این ضربه سر و گل. گل برای تراکتور، یکی از گلها جبران شد. عباس‌زاده تراکتور رو به بازی برمیگردونه و حالا امید به اردوی تراکتور برمیگرده. باید منتظر اتفاقات جالب در این مسابقه باشیم. ارسال رضاپور و اینجا بود که عباس‌زاده بلند شد و ضربه سرش رو زد. حالا واسه فشار به روی دروازه تیم پرسپولیس حفظ میشه، پشت محوطه جریمه، یه پاس خوب داخل محوطه جریمه و اعلام پنالتی. اعلام پنالتی برای تیم تراکتور در 83 دقیقه مسابقه. عرض کردم که 10 دقیقه پر هیجان و پر اتفاقی رو خواهیم داشت. اینجا تصویر آسه رو ببینیم که تعادل عباس‌زاده به هم خورد و داور مسابقه هم نقطه پنالتی رو نشون داد. حرکت محمد عباس‌زاده به سمت توپ، ضربش رو میزنه و گل. گل برای تراکتور، گل تساوی رو محمد عباس‌زاده به ثمر میرسونه. بازی 2-2 مساوی میشه. عجب بازی مهیج و پرگلی شده. 4 گل در حساس ترین بازی هفته 22. یه نفس راحت میکشه پاکو خمز.
ارسالی که انجام میشه، موقعیت برای تیم پرسپولیس، ضربه که میزنن، همچنان موقعیت دارن و گل. گل برای پرسپولیس. چه ثانیه‌ای دروازه تراکتور رو باز میکنن و بازی رو میبرن. در آخرین لحظات مسابقه پرسپولیس موفق میشه این 3 امتیاز رو بگیره. از بین مدافعان پرتعداد تراکتور هنانوف بدون مزاحمت اومد و ضربش رو زد. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد.